کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. تأثیرات مرض از نظر احصائیه نفوس و نیروی کار. اخیراً در سال 2000 بیش از 36 میلیون نفر به مرض ایدز مبتلا بود که از جمله 2/3 آن در صحرای آفریقا زندگی می‌کردند. نزدیک به 22 میلیون نفر از اثر ایدز زندگیشان را از دست دادند. در سراسر جهان 3 میلیون نفر در سال 2000 در 12 ماه قربانی این مرض شدند. مرض مذکور اکنون به تمام مناطق سرایت نموده است. تعداد جوانان و اطفال مبتلا به مرض ایدز در صحرای آفریقا به 25 میلیون نفر میرسد. بیش از 6 میلیون در آسیا، نزدیک به 2 میلیون در آمریکای لاتین و کارابین و تنها کمتر از 1 میلیون در آمریکای شمالی، 500,000 در اروپای غربی و در حدود 3/4 میلیون در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، در حدود 500,000 در آفریقای شمالی و شرق میانه به این مرض مبتلا می باشند. اگرچه سطح سرایت مرض متفاوت است، ولی تمام مناطق با شیوع فزاینده آن مواجه می باشند. پیامدهای مرگ و میر ناشی از ایدز بالای تعداد مجموع نفوس در آفریقا مسلم است. در سال 2020 نفوس مجموعی 29 کشور با سطح بلند شیوع مرض، یعنی بیشتر از 2%، 50 میلیون کمتر از نفوس بدون ایدز خواهد بود. البته پیامدهای این مرض از نظر سن و جنس نیز قابل تعمق می باشد، به طوری که در بسیاری کشورها زنان در سنین نوجوانی نسبت به مردان به این مرض دچار می شوند. در آفریقا نصف مریضانی را که جدیداً به این مرض مبتلا شده اند زنان جوان تشکیل می دهند. بدترین گروه سنی که در همه جا به این مرض مبتلا می گردند بین سنین 15 تا 49 سال می باشد. نفوس فعالی که سهم آنها در خانواده، جامعه و اقتصاد از بین می رود. سازمان بین المللی کار تخمین می زند که بیش از 20 میلیون کارگر در سطح جهان به مرض HIV یا ایدز مبتلا می باشند. اندازه نیروی کار در کشورهای با سطح بلند شیوع مرض در سال 2020 بین 10-30% کمتر از اندازه بدون مرض ایدز خواهد بود. 14 میلیون طفل یکی از والدین یا هر دوی آنها را در اثر ایدز از دست داده اند و بسیاری از آنها تحت فشار خواهند بود تا مدرسه را ترک نموده و به مارکت کار روی آورند. این امر به ذات خود مشکل کار اطفال را تشدید می بخشد. ایدز تأثیر بسیار ناگواری را روی افراد مبتلا به مرض و خانواده های مربوطشان و همچنان به صورت عموم بالای جامعه به جا می گذارند. تأثیرات اعضای خانواده مبتلا به مرض برای اعضای سالخورده و جوان بسیار جدی می باشد. این تأثیر در سطح افراد و خانواده ها، در سطح مؤسسات تولیدی و به طور فزاینده در اقتصاد ملی بازتاب می یابد. این تأثیر خود را در جهان کار به شیوه های مختلف تبارز می دهد. حالاتی که وضعیت آسیب پذیری را تشدید می بخشد. عوامل عمومی: ایدز در جایی بیشتر سرایت می کند که در آن حقوق اجتماعی و فرهنگی نقض می شود و همچنان در جایی که حقوق مدنی و سیاسی نادیده گرفته می شود. از نظر اقتصادی فقر به حیث عامل عمده تبارز می یابد. بیسوادی و در حاشیه قرار گرفتن مردم فقیر آنها را در مقابل مرض آسیب پذیرتر می سازد. فقر زنان را تحت فشار قرار می دهد تا زنده بمانند و خانواده هایشان را از طریق روی آوردن به آمیزش های جنسی نامسون کمک نمایند. سوء تغذیه، تسهیلات رهایشی نامناسب و فقدان سلامت
افراد مبتلا به مرض HIV را در برابر امراض مربوط به ایدز بیشتر از پیش آسیب پذیرتر می سازد. از نظر اجتماعی و فرهنگی، نابرابری در روابط شخصی و کاری منجر به روابط جنسی ناخواسته در شرایط مخاطره آمیز می گردد. سلوک و طرز رفتار نیز باید به حیث عوامل در نظر گرفته شوند که می تواند در افزایش خطر نقش داشته باشد. HIV می تواند از طریق تزریق مواد مخدر در رگ با وسایل آلوده سرایت نماید. همچنان شواهدی وجود دارد که مواد مخدر و سوء استفاده از مواد الکلی می تواند به قابلیت یک فرد به مقاربت جنسی مسون و سلوک تزریق زیان وارد نماید. توهین و بدنام کردن افراد مبتلا به مرض ایدز، روحیه طبیعی که مبتلا شدن به مرض را افشا نکند تقویت نموده و بدین وسیله به سرایت آن کمک می نماید. فشارهای فرهنگی و ماسکهای انکار از شیوع مرض در سطح محلی و ملی این امر را دشوار می سازد تا جهت مقابله با مرض پلانهای مؤثر در سطح افراد و جوامع طرح و تطبیق گردد. از نظر مدنی و سیاسی، وضعیت جنگی، عدم رضایت نظم و قانون، چارچوب‌های ضعیف حقوقی و قانونی و ساختارهای تطبیق قانون همه با هم و امتناع از حقوق انسانی و قراردادهای جمعی انکشاف را به صورت عمومی مختل نموده و تدابیر ابتدایی بهداشتی را به طور خاص به تحلیل می‌برد. در بسیاری کشورها سیستم ضعیف بهداشتی در اثر بدهی و تعدیل ساختاری و تشکیلاتی از قبل ضعیف گردیده و از آن رو قادر به فراهم آوری مواظبت‌های طبی و وقایوی لازم نمی باشد. به طور مختصر، یک فضای تبعیض و عدم رعایت و احترام به حقوق بشر کارگران را در برابر مرض بیشتر آسیب پذیر می سازد و توانایی کمتری برای مقابله با ایدز را دارا می باشند. زیرا این امر را برای آنها دشوار می سازد تا برای آزمایش های لابراتوری اختیاری، مشورت، معالجه یا کمک حاضر شوند. آنها همچنان موفق نخواهند بود که در کمپین های مشورتی و وقایوی سهیم شوند. عواملی که خطر ابتلا به مرض را برای گروه‌های خاص کارگران افزایش می‌دهد. برخی وضعیت‌های کار نسبت به سایر وضعیت‌ها برای خطر مرض بیشتر مساعد می‌باشند. از آن رو یکی از مسائل عمده شیوه‌های رفتار یا سلوک است و نه پیشه و کار. لیست تحلیلی به قرار ذیل است. وظایفی که در آن سیر و حرکت مطرح باشد. به طور خاص وظایفی که سفرهای طولانی دور از همسر و شریک زندگی را ایجاب نماید. کار در محیط‌هایی از نظر جغرافیایی دور افتاده که در آن زمینه‌های محدود اختلاط اجتماعی و تسهیلات بهداشتی وجود داشته باشد. کار در حالاتی که در آن افراد یک جنس یک جا با هم کار می‌کنند و ترتیبات زندگی در میان مردان، حالاتی که در آن کارگران نمی توانند حفاظت علیه مرض را کنترل کنند. کارهایی که در آن مردان مسلط بوده و زنان یک اقلیت کوچک باشند. مشاغلی که با خطرات وظیفوی چون تماس با خون، فراورده های خون، سایر مواد سیال بدن، زخم‌های ناشی از سوزن پیچکاری و تماس با خون آلوده به مرض، جایی که تدابیر احتیاطی به کار گرفته نشده یا وسایل کافی وجود نداشته باشد، به این لیست میتوان بیکاری را نیز افزود تا وضعیتی را که در آن کارگران بیکار در مراکز شهری به امید دریافت درآمد اندک جمع میشوند و در معرض تماس با افراد مستعد به ایدز مجبور میشوند با افراد یکجا شده و یا ساکنین کمپ‌های مهاجرین، همچنین محلات غیر مسکون ممکن به آمیزش جنسی رو آورده و یا به آن وادار شوند. خصوصا از بسیاری مادران مجرد می توان در این حالات یاد نمود.
نیازمندی های خاص سکتور غیر رسمی. بسیار احتمال دارد که کارگران سکتور غیر رسمی به طور خاص از پیامدهای ایدز متاثر شوند، زیرا آنها معمولاً به تسهیلات بهداشتی و یا امتیازات تأمین اجتماعی که در سکتور رسمی به کارگران میسر است دسترسی ندارند. ثانیاً به خاطر اینکه فعالیت‌های آنها ندرتاً بر اساس مسئولیت مالی استوار بوده یا به آن منجر می‌گردد، و سوم به خاطر اینکه ماهیت ترانزیتی و آسیب پذیر کار آنها بدان معناست که هر گونه غیابت احتمالاً منتج به از دست دادن وسایل تجارت یا تولید خواهد شد. برای سکتور غیر رسمی از دست دادن یک یا چند کارمند ممکن است با پیامدهای بزرگی توأم گردد که منجر به فروپاشی تشبث خواهد شد. اگر مالک تصدی مبتلا به مرض ایدز گردیده و بمیرد، سرمایه تصدی به مصارف تداوی، مواظبت و تدفین مصرف شده و بدین ترتیب میتواند آینده سرمایه باعث افلاس تصدی گردد و کارکنان بازمانده و اعضای خانواده را به حال فلاکت رها کند. در سکتور غیر رسمی روستایی، بار مواظبت اکثراً به انحراف و دوری کارگران از فعالیت‌های زراعتی منجر می‌گردد، در حالی که از دست دادن کارگران در اثر ایدز منجر به سطح پایین تولید مواد غذایی و کاهش سطح مسئولیت طویل المدت غذایی می‌گردد. به طور عموم اقتصاد مارپیچ رو به نزول با مشکلات خاصی به وسیله مشاغل غیر رسمی مواجه می‌گردد وقتی شکل ذیل بروز نماید. مارکت ها در اثر مرگ و میر مشتریان منقبض یا کوچک باقی میمانند و درآمد نسبت به مصرف صحت، معالجه و مواظبت از دست می رود. بعد جنسیت اجتماعی یا جندر. HIV زنان و مردان را از نظر آسیب پذیری و اثرات آن به طور مختلف متأثر می سازد. عوامل بیولوژیکی وجود دارد که زنان را در مقابل سرایت مرض نسبت به مردان بیشتر آسیب پذیرتر می سازد و نابرابری های ساختاری و تشکیلاتی در وضعیت زنان این امر را برای آنها دشوار می سازد تا تدابیری را جهت جلوگیری از مرض اتخاذ نمایند. برعکس تأثیرات ایدز را برای آنها تشدید می بخشد. بسیاری از زنان در ازدواج روابطشان تبعیت و فرمانبرداری را از نظر جنسی و اقتصادی متحمل می شوند و از آن رو آنها نمی توانند درباره آموزش مسئول گفتگو نموده یا آموزش غیر مسئول را رد نمایند. عدم توازن قدرت کار زنان را با تهدید اذیت و آزار جنسی مواجه می سازد. فقر یک عامل مهم در زمینه آسیب پذیری ایدز محسوب گردیده و زنان اکثریت افراد فقیر جهان را تشکیل می دهند. در بحرانهای فقر بسیار احتمال دارد که یک طفل دختر مکتب را ترک نموده و جهت انجام کارهای اجباری یا فحشا فروخته شود. بیسوادی مانع دسترسی زنان به پیامهای وقایوی و جلوگیری کننده می شود. این یک وضعیتی است که زنان را نسبت به مردان در سراسر جهان بیشتر متأثر می سازد. در بعضی کشورها این شرح دوچندان می باشد. زنان یک بخش قابل ملاحظه مهاجرین را در کشورها تشکیل می دهند و یک جا با اطفال از 3/4 مجموع مهاجرین نمایندگی می کنند. هر دوی این حالات زنان و اطفال را بیشتر از اندازه حد وسط به خطر مبتلا شدن به مرض HIV می سازد. در حالات جنگ و تنش موارد فزاینده تجاوزات جنسی سیستماتیک به زنان از جانب گروه‌های جنگی ملاحظه می‌شود. بار مواظبت خانواده و اعضای جمعیت مربوط مبتلا به مرض ایدز اکثراً به دوش زنان و دختران می‌باشد. از آن رو منتج به فشار کار فزاینده و تقلیل کسب درآمد و امکانات کم دسترسی به مدرسه برای اناث می‌گردد. جایداد مبنی بر جنسیت، میراث، قوانین حفاظت و کمک به معنای آن است که زنان مبتلا به HIV
که والدینشان را از دست داده اند یا آنها به خاطر اینکه به مرض اچ‌آی‌وی مبتلا بوده ترک شده اند، از مسئولیت مالی و فرصت‌های اقتصادی محروم می‌شوند. این امر به نوبه خود می‌تواند آنها را به فحشا برای بقا بکشاند. طفل دختر مخصوصاً در برابر بهره‌برداری جنسی تجارتی آسیب پذیر می‌باشند. مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که سطح بلند آسیب پذیری زنان در مقایسه با مردان در برابر داغ ننگ اجتماعی و محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به ایدز مخصوصاً در محلات روستایی مسلم است و بنا آنها را به تجرید می کشانند. این امر باز هم فشار را بالای آنها افزایش می دهد تا از طریق فحشا زندگیشان را تأمین نمایند. کاری را که زنان انجام می دهند، اعم از کار با معاش یا بدون معاش، به بسیار آسانی به وسیله ایدز مختل می گردد. به طور مثال، زنان در سکتور غیر رسمی مسلط می باشند، جایی که مشاغل نه تحت پوشش تأمینات اجتماعی و نه هیچ امتیاز صحی وظیفه‌ای قرار دارند. تعداد اندکی از زنان در مقایسه به مردان تحت پوشش تأمینات اجتماعی یا امتیازات صحیح وظیفوی قرار دارند. مردان اکثراً قربانی خصوصیات و تورم‌های سلوک مردانه که می‌تواند به روابط جنسی نامحسون یا روابط جنسی مبنی بر عدم رضایت طرفین منجر گردد. تعداد مردان در عده‌ای از کاتگوری‌های کارگران آسیب‌پذیر زیادتر است و همچنان امکان دارد خودشان را از طریق مشاغلشان در وضعیتی بیابند که آنها را با مرض روابط جنسی نامحسون میان مردان قرار دهد. با در نظر داشتن نیروی مسلط در روابط میان مردان و زنان، مردان دارای یک نقش مهمی هستند که در زمینه اتخاذ و تشویق اقدامات مسئولانه در امر جلوگیری و ایجاد مکانیزم مبارزه علیه اچ‌آی‌وی به عهده دارند. کنترل مرض در محل کار. الف، خون عمومی و تدابیر احتیاطی مربوط به مواد سیال بدن. خون عمومی و تدابیر احتیاطی مربوط به مواد سیال بدن به نام تدابیر عمومی احتیاطی یا معیارهای تدابیر احتیاطی نیز یاد می‌گردد که اصولاً به وسیله مرکز کنترل مرض و تدابیر وقایوی ایالات متحده آمریکا یا CDC در سال 1985 ابداع گردیده، عمدتاً به منظور مرض اچ‌آی‌وی یا ایدز و یک ضرورت عاجل برای استراتژی‌های جدید تا پرسنل شفاخانه‌ها از خون نوزادان وقایع و حفاظت شوند ایجاد گردیده است. شیوه جدید برای اولین بار بالای بکارگیری تدابیر احتیاطی عمومی خون و مواد سیال بدن را برای تمام افراد صرف نظر از وضعیت تدابیر احتیاطی معیارهای ساده اقدامات کنترل مرض است که بایست حین مواظبت از تمام مریضان در همه احوال بکار گرفته شوند تا خطر بیماریزایی خون را به حداقل تقلیل دهند. تدابیر احتیاطی شامل اقدامات ذیل می باشند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.